در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تازه ترین تحولات افغانستان، استقبال جامعه بین الملل از تشکیل دولت در لبنان، دستگیری 4 نفر از 6 اسیر فراری فلسطینی در اسرائیل و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 20 شهریور، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 224,750,000 و 4,635,000 نفر نزدیک شد و تاکنون حدود 201,300,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. شمار فوتی‌های روزانه آمریکا در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده، به طوری که این کشور تنها در یک روز بیش از 2000 مرگ ناشی از کرونا ثبت کرده است. همزمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور واکسینه شدن حدود 100 میلیون نفر از کارکنان بخش اجرایی دولت را صادر کرد و آن را الزامی خواند. همچنین انگلستان با افزایش نسبی تعداد مبتلایان و فوتی‌های روزانه خود روبرو شده است. در سوی دیگر جهان اما آمارها از فروکش کردن موج اخیر کرونا در ژاپن حکایت دارد. این در حالی است که سنگاپور روز جمعه بیشترین مبتلایان روزانه خود در بیش از یک سال گذشته را شناسایی کرد. استرالیا هم در این روز از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری خبر داد. تازه‌ترین تحولات افغانستان. پس از تصرف بخش‌هایی از ولایت پنجشیر توسط طالبان، علی نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد طالبان 1000 نفر از ساکنان این ولایت را اخراج کرده و به پاکسازی قومی دست زده است. در ادامه واکنش‌ها به تصرف پنجشیر، عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هر گونه نقش کشورش در تصرف پنجشیر را رد کرد. رسانه‌ها همچنین خبر دادند که طالبان برادر امرالله صالح از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان را اعدام کرده است. با این حال، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه بین‌الملل خواست روابط و گفتگوهای خود با طالبان را حفظ کنند. این سازمان اما رفتار خشونت‌آمیز طالبان در قبال معترضان را محکوم کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان خواستار حذف نام رهبران این گروه از فهرست تروریسم آمریکا و لیست سیاه سازمان ملل متحد شده است. یکی از اعضای طالبان نیز اعلام کرده برگزاری مراسم تحلیف دولت جدید افغانستان لغو شده است. استقبال جامعه بین الملل از تشکیل دولت در لبنان. پس از گذشت بیش از یک سال، سرانجام لبنان از بنبست سیاسی خارج شد و رهبران این کشور بر سر تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند. نجیب میقاتی 67 ساله مأمور تشکیل دولت جدید توانست اختلاف نظرهای موجود با رهبران این کشور به ویژه میشل اون رئیس جمهور لبنان بر سر اعضای کابینه را حل و فصل کند. این اتفاق با استقبال رهبران و مقامات کشورهای منطقه و جهان همراه شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم تشکیل دولت در لبنان را گامی ضروری برای برون رفت این کشور از بحران خواند. کشورهای نظیر آمریکا، روسیه، انگلستان، قطر، مصر، اردن و کویت نیز از تشکیل دولت جدید در لبنان استقبال کردند. دستگیری 4 نفر از 6 اسیر فراری فلسطینی. پلیس اسرائیل اعلام کرد از مجموع 6 اسیر فلسطینی که توانسته بودند از زندان فوق امنیتی جلبوع واقع در سرزمین‌های اشغالی فرار کنند، 4 نفر بازداشت شدند. این زندانیان با حفر تونل از زندان گریخته بودند، اتفاقی که نخستین فرار فلسطینیان از یک زندان اسرائیلی در 20 سال گذشته بوده است. به دنبال این بازداشت‌ها، نیروهای مقاومت فلسطین از شلیک بیش از 10 موشک به سوی شهرک‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند و به دنبال آن ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق مختلف غزه را هدف حمله قرار داد. تمدید وضعیت اضطرار ملی در سالگرد 11 سپتامبر در آمریکا. در 20مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده وضعیت اضطرار ملی را که پس از این حملات وضع شده بود، یک سال دیگر تمدید کرد. جو بایدن همچنین در پیامی ویدیویی ضمن ادای احترام به 2977 قربانی این حملات، خواستار تقویت اتحاد ملی شد. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 که توسط گروه تروریستی القاعده تحریزی شده بود، 4 هواپیمای مسافربری روبوده شدند که 2 هواپیما به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، 1 هواپیما به ساختمان پنتاگون و آخرین هواپیما نیز به منطقه‌ای در پنسیلوانیا برخورد کرد. اعلام پایان ساخت پروژه بحث برانگیز نورد استریم 2. گازپروم، شرکت نفت و گاز روسیه، سرانجام از اتمام خط لوله بحث برانگیز انتقال مستقیم گاز طبیعی از روسیه به آلمان خبر داد. پروژه‌ای که منتقدان می‌گویند وابستگی اروپا به مسکو را افزایش می‌دهد. مقامات روسیه ابراز امیدواری کرده‌اند این پروژه 10 میلیارد یورویی هرچه سریع‌تر با مشارکت آلمان به بهره‌برداری برسد.